اخیراً این بحث در مورد ایرانی ها و گروه ها و احزاب مختلف ایرانی به وجود آمده که ما در قبال این کنفرانس و ورشو چه باید بکنیم. اگر اجازه بدید به دلیل اهمیت این موضوع و دونستن موضع شما و پاسخ شما به پرسش که من دارم، لازمش این است که شاید 3-4 دقیقه وقت بگیره. من اطلاعیه ای رو که در این مورد از سوی سازمان سیاسی ایرانی منتشر شده، اگر موافقت بفرمایید این رو بخونم و نظر شما رو بگیرم. موافقی دارید دکتر؟ اگر نظری داشته باشم مطمئن هستم که به هر حال نظری خواهید داشت. این اطلاعیه در پایگاه رسمی جنبش سکولار دموکراسی ایران منتشر شده. امضا کنندگانش حزب مشروطه ایران هستند، مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران هستند و حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستند. آقای دکتر، حتما شما در مورد این اجلاس و در مورد این اطلاعیه نظر دارید. دقیق نکنید. یک نظر شخصی دارم. اولا هیچ معلوم نیست که هر کدوم از این سه سازمانی که امضا کردن نماینده چند نفر در خارج کشور هستند، چند نفر در داخل کشور اونها رو به عنوان نماینده خودشون به رسمیت میشناسن. الان گرفتاری به گمان من اپوزیسیون اینه که هر گروهی فکر میکنه که خودش نماینده اپوزیسیون هست یا نماینده ملت ایران هست. بخش اعظم ملت ایران، یعنی 90% ملت ایران در داخل ایران زندگی میکنند، اونایی که در خارج زندگی میکنند 10% هستند و هر سازمانی که در خارج حتی نمایندگی همه خارج رو داشته باشه که هیچ سازمانی نداره، الان هیچ سازمانی حتی کسر نمایندگی هم نداره، میتونه بخشی از اپوزیسیون ایران باشه. اپوزیسیون این رژیم فقط در خارج نیست، اپوزیسیون این رژیم در داخل است، ملت ایران هستند. آقای بخشی است که الان در زندان نرگس محمدی است، هزاران نفر هستند که در زندان رفتن، هزاران و هزاران نفر هستند که شکنجه دیدن در این رژیم. و اینکه فکر کنیم چند نفری که در خارج میشینن با هم و هم فکری دارن میتونن نمایندگی ایران رو در یک چنین نشستی به عهده بگیرن، به گمان من خطاست. دو، مقایسه این کنفرانس با گوادلوپ قیاس محل فارغه. برخلاف حرفی که به تلویح در این بیانیه آمده، تصمیم مربوط به ایران در گوادلوپ گرفته نشد. گوادلوپ اصلا اونچنان که اینا ادعا کردن برای در آغازش وقتی که شروع به تشکیلش شد هدفش مسئله خاورمیانه اصلا نبود. اسناد رو شما باید نگاه بکنید، الان 2000 صفحه از اسناد جلسه گوادلوپ در اومده. میشه اینا رو از رو افواه گفت. گوادلوپ اساساً در آغاز، یعنی در مثلا 6 ماه قبل از تشکیلش، از طرف فرانسه برای رسیدگی به نفوذ روزافزون شوروی و تقابل با چین شروع شد. وقتی که تصمیم مرحله اجرا رسید، یعنی ژانویه، اولا تکلیف شاه دیگه معلوم بود. از 1.5 ماه قبلش سفیر آمریکا به شاه گفته بود که شما باید از ایران برید. شاه شروع کرده بود اسباباش رو از ایران خارج کردن. در اونجا تصمیمی که گرفته شد برای این گذار بود. تصمیمش هم قطعا این نبود که ببین، اگه تو اسناد باشه، من بر اساس اسناد میگم که حالا حتما قدرت رو بدیم به فلان کس بود که اگر میشه از بختیار حمایت بکنیم، ولی به نظر نمیرسه بختیار حمایت قابل موندن، حالا باید به فکر یک آلترناتیو باشیم. و 4 قدرت بزرگ اون جهان به استثنای قدرت پنجم که شوروی بود هم نظر بودن در این کنفرانس. الان تنها کسی که تا به حال آشکارا حمایت کرده از شرکت در این کنفرانس از قدرت‌های بزرگ آمریکاست. در خود آمریکا هم حتی اتفاق نظر نیست که تشکیل چنین کنفرانسی کار درستیه. اروپایی‌ها هنوز اکثریتشون اعلام آمادگی برای شرکت در این کنفرانس نکردن. و اینکه
یک گروهی یا کسانی خودشون ادعا کنن که نماینده اپوزیسیونن پس باید خارجی ها با اونها مذاکره بکنن، این باعث به گمان من تضعیف مقام اپوزیسیون در مقابل این کشورها میشه. ببینید نباید فرض کرد که این کشورها مثلا آمریکا یا انگلیس یا فرانسه یا آلمان اطلاع از وضع ایرانیان خارج کشور اصلا ندارن. نباید فرض کرد که اونها اطلاعاتشون، سازمان‌های اطلاعاتشون کاملا بی اطلاع، نمیدونن که هر کدوم از این تشکیلات چند ده نفر، چند صد نفر طرفدار دارن. و با چند صد نفر طرفدار نمیشه رفت توی کنفرانس بین‌المللی نشست و برای سرنوشت آینده ایران مذاکره کرد. سرنوشت آینده ایران رو باید ایرانی‌ها تعیین بکنن. ایرانی‌ها در مفهوم وسیعشون 90% در داخل هستن، 10% در خارج هستن، 10% هستن که میتونن خیلی نقش مهمی در این گزاره به گمان من اجتناب ناپذیر بازی کنن. ولی اینکه هر کسی بیاد و به لحاظ اینکه اسمی داره یا گروهی داره و چند ده نفری، چند صد نفری، 2000-3000 نفری طرفدار داره فکر کنه نماینده اپوزیسیونه، به گمان من به وحدت نظر که نمی انجامه چی، به تضعیف مقام به اصطلاح سیاسی این اپوزیسیون کمک میکنه. هیچ اپوزیسیونی در این ها نتونسته در خارج از کشور تظاهراتی بالای 2000-3000 نفر تشکیل بده. وقتی احمدی نژاد منکر هولوکاست، احمدی نژادی که مملکت رو به آستانه واقعا داغونی کشید، مملکت تمام کابینش متشکل از آدمای بیکفایت و بعضیشون دوز بودن، به نیویورک می آمد، جایی که 4 میلیون یهودی هستن، جایی که 4 میلیون یهودی نگران کسی هستن که هولوکاست رو انکار میکنه، خواستار نابودی اسرائیل هست، این اپوزیسیون چند نفر تونست در خیابونها بیاره و جلوی آمدن کسی مثل احمدی نژاد رو به عنوان نماینده ملت ایران در سازمان ملل بگیره. اونها به گمان من نشانه های یک واقعیته که اپوزیسیون خارج به رغم اهمیتی که داره، به رغم فعالیت های مهمی که میکنه، بخشی از این در واقع زمینه بسیار پیچیده مخالفان جمهوری اسلامیه. مخالفان جمهوری اسلامی اکثریتشون در داخل ایران هستن، در خارج هم تعداد بسیار مهمی ازشون هستن، ولی هنوز نتونستن یک تشکلی ایجاد بکنن، هنوز نتونستن یک تشکلی ایجاد بکنن که وقتی خارجی ها مثلا میخوان در مورد اون مملکت تصمیم بگیرن فکر میکنن که مثلا با فلان کس میشه صحبت کرد. چرا آمریکایی ها وقتی که تصمیم گرفتن شاه نمیتونه دیگه در ایران بمونه و این تصمیم رو قبل از گوادلوپ گرفتن، شروع کردن با آیت الله خمینی در پاریس مذاکره کردن، برای اینکه منابع اطلاعاتیشون در داخل در اون زمان، بسیاری از خود اپوزیسیون ایران در اون زمان به آمریکایی‌ها گفتن تنها کسی که میتونه مملکت رو نگه داره، تنها رهبری که قول و هوشش یک اتفاق نظری هست، آیت الله خمینیه. یعنی به نظر من اولا خود کنفرانس الان محل شک تشکیلش هنوز به نظر من اروپایی‌ها که بدون اونها کنفرانس اصلا محل اعتنا نیست، و اینکه آمریکا بخواد دوباره با اسرائیل و عربستان سعودی و امارات بشینه در مورد برمیان تصمیم بگیره، اون که خب کنفرانس بین‌المللی قابل اعتنایی نیست. ولی اینا باید صرفا نظرات شخصی من هست، میدونید هیچ ادعایی جز این که اینا نظرات شخصی صرفا خودم هست ندارم. دقیقا شاید به همین علت از شما این پرسش مطرح کردم و چند دقیقه هم وقت می گرفتم که کل اعلامیه رو بخونم، برای اینکه در این مورد خیلی این روزا بحث میشه. من یادمه که در یه برنامه تلویزیونی آقای اسماعیل نوریالا در پاسخ تهیه کننده برنامه یا مجری برنامه
گفتن که یکی از وحشت‌های ما این است که اگه ما خودمون نباشیم، یعنی اگر ایرانی‌ها مشارکت نکنن، قاعدتاً اینها چربی سازی خواهند کرد و احتمال داره یک چربی رو پیدا کنند و به موقعش به ایران بفرستن و به سراغ اوضاع به ضرر مملکت تموم. ولی به این سطح همکاری کردن، آیا این پیشنهاد رو متبادر به ذهن نمی‌کنه که احتمالاً خب اگر دنبال چربی می‌گردید، ما خودمون چربی هستیم، منتها چربی‌های ملی هستیم؟ تعداد متقاضیان چربی بودن متاسفانه کم نیست. ببینیم که کسان زیادی هستن که الان ادعا می‌کنن که می‌تونن چربی‌های ایران باشن و دیدیم. ببینید حتی در شرایط، ببینید وضع ایران و عراق که قابل قیاس نیست. عراق وضعیت جامعه مدنیش، وضعیت طبقه متوسطش، سابقه دموکراسیش، سابقه فعالیت سیاسیش، با اون شرایط داغون وضع عراق بعد از اینکه آمریکا رفت و اقدام نظامی کرد و اونجا رو اشغال کرد که امکانش در مورد ایران به گمان من صفره، تقریبا صفره، ممکنه هم برخورد نظامی بشه، ولی اینکه آمریکا بره ایران رو اشغال بکنه به نظر من امکانش صفره. با اینکه رفتن عراق رو اشغال کردن، با اینکه آقای معاون نخست رئیس جمهور میخواست چلبی رو نصب بکنه به عنوان جانشین، نتونستن، دیدن نمیتونن چلبی رو اونجا به در واقع تحمیل بکنن به مردم. چلبی هیچ کاره شد، بالاخره چلبی به دست خود آمریکایی‌ها زندان شد، برای اینکه دیدن وقتی که نتونسته با آمریکایی‌ها بسازه، رفته پشت پرده با جمهوری اسلامی ساخته. تاریخ زندگی چلبی رو اگر دنبال بکنید، به هر حال درس‌هایی درش هست. و آقای بوش، جورج، اینا همه در آمده، اسنادش در آمده. جورج بوش هست که میگه ما رفتیم اونجا با اینکه به تمهید چلبی رفتن، میگه ما رفتیم اونجا نمیتونیم حالا که میگیم میخوایم اونجا دموکراسی بیاریم، چلبی رو به مردم تحمیل بکنیم. میاده میگفتن چلبی رو بذارید بره تموم بشه. و بوش ویتو میکنه این کار، میگه باید یه پروسه دموکراتیکی باشه و مردم داخل عراق هرگز به چلبی چیزی نکردن، اعتنای چندانی نکردن. حالا تو ایرانی که 38 سال 39 سال مردم به طور پیوسته با این رژیم مبارزه کردن، هزاران کشته دادن، هزاران زندانی دادن، ده ها هزار تبعیدی از رهبران فعالین سیاسی شده، 8 میلیون مردم از مملکت فرار کردن، که فکر کنیم تو این ایران بدون اشغال نظامی آمریکا میتونه یه چلبی بیاره اونجا برسونه بشونه، خیلی خامه تصورش. ایران جامعه‌ای نیست که دیگه بشه براش چلبی تعیین کرد. ایران جامعه‌ایه که در درون داره با این رژیم با یک شیوه به غایت پیچیده این مبارزه میکنه، به مبارزه ممتد میکنه. ببینید کارگرها چجوری دارن با اینا مبارزه میکنن، ببینید زنها چجوری مبارزه میکنن، دانشجوها چجوری مبارزه میکنن. تو این پروسه فکر کردن اینکه حالا چون مثلا پامپئو گفته که ما می‌خوایم چیز کنیم، آقای جولیانی گفته که ما می‌خوایم اپوزیسیون بعدی رو تعیین بکنیم، حالا گرچه که نماینده وزارت امور خارجه دیروز گفته که نه، ما هیچ کسی رو برای ایران، آینده ایران تعیین نکردیم و مجاهدین هم تعیین نکردیم و آب پاکی رو ریخته رو دست همه. همه اونایی که فکر میکردن وزارت امور خارجه میتونه برای آینده ایران تعیین تکلیف بکنه. ولی دوباره من شخصا میگم آینده ایران رو باید ایرانی ها تعیین بکنن، قطعا باید ایرانی ها تعیین بکنن. و این کنفرانس حتما با ترکیبی که داره نمیتونه کنفرانسی باشه که آینده ایران رو به نفع مردم ایران تعیین بکنه. گوادلوپ تعیین کننده سرنوشت ایران نبود. تحولات ایران تا ژانویه رو نگاه بکنی، اونجا باید سراغ علت سقوط شاه ببینید. دفعه قبل صحبت کردیم، این دفعه من براتون یه سری آماری که اون کتاب بود بگم. اگر آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها اومدن وقتی دنبال آلترناتیو می‌گشتن، گفتن خب
مذهب رو انتخاب بکنیم، این به خاطر یه واقعیتی بود. ارقام و آمارش رو الان میتونیم ببینیم. این ارقام و آمار نتیجه سیاست‌هایی بود که شاه برای 25 سال به خصوص بعد از 28 مرداد ولی در واقع از آغاز سلطنتش اتخاذ کرده بود و اون تقویت روحانیت بود علیه و بعد از 28 مرداد علیه مصدق. ارقام شگفت‌انگیزه. میشه آقای دکتر این ارقام رو من قول دادم نگاه بکنم؟ حتما. این ارقام در یک کتابی، ببینید، دو نفر در سالهای قبل از انقلاب ظاهرا متوجه این خطر بودن. از اون زودتر البته، شاید اولین کسی که متوجه خطری است که داره میاد خلیل ملکیه که در 28 مرداد، در 15 خرداد میگه سران جبهه ملی عوام فریب هم نیستن، فریفته عوامن، که در دعوای بین شاه و خمینی، خمینی رو انتخاب کردن. میگه در اون دعوا واضحه که حق با شاهه، اون میخواد اصلاحات ارضی بکنه، ما باش دعوا داریم، ولی خطر روحانیت قدرت طلب زیادتره. ولی در دهه 50، یعنی در 10 سال 12 سال قبل از انقلاب، دو نفر هستن که متوجه این خطر جدی هستن. یکی پرویز نیکخواهه، یه رساله فوق لیسانس می‌نویسه و در اون رساله فوق لیسانس ظاهرا با استناد به همین آماری که من میگم، من اون رساله رو هنوز پیدا نکردم، میگه یه خبری اینجا هست، یه کسی داره تشکل اسلامی اینجا میده، هیچ کسی بهش توجه نمیکنه. در اون زمان آقای مجید تهرانیان میاد و بودجه میگیره از دولت و یک طرح مطالعه میکنه از نهادهای موجود در ایران، از تشکل‌های خانوادگی در ایران. بذارید من الان چند قسمتشو که، و این کتاب همین چند ماه پیش، چند سال، یکی دو سال پیش در ایران چاپ شده. عنوان کتاب هست صدایی که شنیده نشد، به عباس عبدی و محسن گودرزی رو بازپس دادن. این یه مطالعه است که در دهه 50، اواسط دهه 50، یعنی 5 سال قبل از انقلاب تهیه و چاپ شد. من چند قسمت رو براتون میگم. رسانه‌های مذهبی، مراکز مذهبی، هر کدوم میخواید بگم من براتون بخونم. گروه‌های مذهبی، سازمان‌های مذهبی، تعداد کسانی که به حج رفتن، همه رو با آمار و ارقام داریم. یکی دو تا مراکز مذهبی، تعداد مساجد بر اساس آمار در 1341 مجموع مساجد ایران با ذکر نام 3653 باب بوده، در حالی که در آبان 52، یعنی 10 سال بعد، تنها در محدوده 233 شهر 5389 باب مسجد وجود داشته. بر اساس نتایج سرشماری همین سرشماری ها در کمتر از 14 سال مساجد شهر تهران 5 برابر شده. 5 برابر 10 سال قبل از انقلاب شده. همه مراکز احزاب دیگه بسته شده، هر گونه فعالیت هر کس دیگه بسته شده. حتی به قول پرویز ثابتی، یک کسی مثل پرویز ثابتی هم حق اظهار نظر نداره اگر میخواد بگه که فلان عضو خانواده سلطنتی مثلا در دزدی شرکت کرده یا فلان وزیر در دزدی شرکت کرده، ولی اینها دارن در تمام مملکت سازماندهی میکنن. در دهه 43 تا 42 بر حسب موضوع 567 جلد کتاب مذهبی در ایران منتشر شده. این تعداد در 5 سال 42-46 به 765 رسیده و در دهه 48-58 به 755 و در سال بعد به 1695 جلد کتاب مذهبی از 567. و تعداد تیراژ‌های اینا رو با کتاب‌های دیگران مقایسه می‌کنی چند برابره. کی اینا رو داره خرجشو میده؟ کی داره پخشش میکنه؟ کجا داره پخشش میکنه؟ آمارش دوباره هست.
در دهه 33 تا 42 10% کل کتاب‌های منتشر شده در مملکت مذهبی بوده، در صورتی که در سال 57 25% کتاب مذهبی بوده. تیراژا رو نگاه بکنید و تقسیم بکنید، ارقام کاملا متفاوت میشه. یک مثال میذارم، در سال 52 بر اساس تحقیق جامعه از ناشرین کتاب‌های مذهبی در تهران، کتاب مفاتیح الجنان در 51 490,000 تیراژ داشته. یک کسی اینو پول داره میده، اینا رو مجانی به هر کسی تقسیم میکنن. پشت این تشکیلاتی که پشتش هم میدونیم کیه، تعداد طلاب رو الان میتونم براتون بخونم. اینا همه زیر نظر مستقیم اتفاقاتی است که ساواک داره ناظرش میدونه، ولی فکر میکنه اینا خوبه برای اینکه جلوی چپو میگیره. میدونید در سال 53 8,000,000 نفر در کشور رفتن به مشهد، در 4 سال بعد رقم به 7,000,000 معذرت میخوام، در 4 سال اخیر در 53 8,000,000 نفر از اطراف و اکناف زیارت مشهد شتافتند. این درآمد شهاب الدولظیم از کفشداریش در 1347 765,000 ریال بوده، در سال 49 به 2,260,000,000 رسیده. ارقام دیگه هست. ببینید تعداد مدرسه علوم دینی، میگم اینا رو از کجا می آوردن، این چجوری اینا رو تبلیغ میکردن، پول اینا رو کجا ترش. ببینید تعداد مدارس دینی در در 111 مدرسه علوم دینی در اون زمان تعداد 3,100 طلبه مشغول تحصیل بودن. در سال 54 12 مدرسه علوم دینی شهر قم 18,000 طلبه داشته، فقط در قم. الان میدونید تعداد طلبه در قم چقدره؟ تقریباً 80,000 تا. این تشکیلاته که زیر نظر درست اون زمان، زیر رادار همه، زیر رادار ساواک، زیر رادار روشنفکرا، زیر رادار سازمان سیای آمریکا، زیر رادار اینتلیجنس سرویس داشت فعالیت میکرد بدون مزاحمت ساواک، با تشویق ساواک. شریعتی رو ساواک به دانشگاه مشهد تحمیل کرد، برای اینکه فکر میکردن بعدش اومدن گرفتنش، درسته بعدش اومدن گرفتنش، هم زندانش هم کردن و بعدم پاسپورت بهش دادن گفتن از ایران برو. ولی در آغاز فکر کردن که شریعتی میاد با حرفای مذهبی جلوی چپو میگیره. در کل مملکت این کارو کردن. وقتی 1978 آمریکایی اومدن، انگلیس اومدن دنبال تشکیل ببینن چه آلترناتیوی هست، اولا خود بسیاری از همین روشنفکران سکولار اسنادشون هست، بریم ببینید سفارت آمریکا چی میگن، که نه خمینی مستبد نیست، خمینی میخواد در ایران یه حکومت شبیه به الجزیره چیز بکنه. نمیخوام نام ببرم، اسامیشون همه هست، دوستان برن خودشون ببینن کسانی که در بعضی از همین تشکیلات بودن اون زمان به آمریکایی‌ها چی میگفتن، یا کنفدراسیونی که خود من جزوش بودم. ببینید در دهه 50 چه تعریفایی از آیت الله خمینی میکرد. یک بار در مورد اینکه آقا این نوشته من میخوام حکومت اسلامی ایجاد کنم، نه در خارج صحبتش بود نه داخل، و کتابی که باید همه میخوندن توسط ساواک ممنوع بود. اونجوری شد که وقتی که دنبال آلترناتیو گشتن گفتن خب این آلترناتیوه، بریم اینو بیاریم، چون هم ضد کمونیسته، هم تشکیلات سراسری داره، هم نماینده داره در همه سطوح، از یزدی و قدس‌زاده بگیری تا آقای بهشتی و آقای خامنه‌ای در تهران حاضرن با ما مذاکره کنن. آقای
دکتر میلانی. همینجا اجازه یه گریزی بزنم به بحث امروز از فرمایشات شما، این استفاده رو بکنم. فرمودید که جامعه ایران یک مبارزه پیچیده رو داره جلو میبره و نمونه های بارزش رو هم ذکر فرمودید. معنیش اینه که ما نباید حتی علی‌رغم بد بودن شرایط اقتصادی، اگر به یک حرکت اصیل مردمی در ایران اعتقاد داشته باشیم و جنبش اصیلی که جنبه های مختلف داره و قاعدتا منشأش و نیروی اصلی حیاتیش رو در داخل کشور جستجو میکنه، ما نباید منتظر یک انقلاب باشیم. ما باید منتظر یک تحول تدریجی منتها با سرعت بیشتری شاید باشیم در سالهای آینده. بنابراین کنفرانسی مثل کنفرانس ورشو فقط یه استفاده تبلیغاتی برای غرب داره و علیه ایران قادر به کار اساسی نیست. من چنین حرفی نزدم. من ببینید، تغییر به گمان من در ایران اجتناب ناپذیره. وضع موجود قابل دوام نیست. چگونه؟ ببینید، کار علوم اجتماعی پیشگویی نیست، پیشبینیه. اونایی که پیشگویی میکنن ادعای پیامبری دارن. علوم اجتماعی یک مسیری رو میبینه، یک انحنایی رو میبینه. شما اگه وضع اقتصادی ایران رو، وضع سیاسی ایران رو، وضع فرهنگی ایران رو نگاه بکنید، مقدار مخالفت روزمره با این رژیم رو، با شخص آقای خامنه ای رو، با سپاه رو، با هر کسی که طرفدار این رژیم بوده نگاه بکنید، ورشکستگی اقتصادی رو نگاه بکنید، پررویی روزافزون آقازاده ها رو نگاه بکنید، وقاحت بعضی از آقازاده ها رو در خارج کشور نگاه، هر کدوم از اینا نگاه بکنید، به گمان من پیشبینی علمی و اجتناب ناپذیر اینه که وضع موجود نمیتونه مسئله ایران رو جواب بده و یک راه حل جدید باید باشه. گاهی یه جرقه میخوره و ممکنه اون چی که بهش به عنوان تغییر انقلابی میگن اتفاق بیفته. واضحه که مردم به طور روزافزونی در مقابل رژیم بیشتر و بیشتر وای میسن. ببینید، این که آقای بخشی جرأت میکنه یک چنین اعلامیه هایی بده، این که آقای میسمی جرأت میکنه 140 روز اعتصاب قضا میکنه برای یه حق ساده که من وکیل خودم حق دارم انتخاب بکنم، خانوم شوهر خانم ستودرم شما غلط کردید گرفتید، و اونها رو وادار به عقب نشینی میکنه. هر زمینه رو نگاه میکنی، چون مسئله حجاب زنان رو نگاه، حجاب اجباری استبدادی زنان رو نگاه بکنی، مسئله قوانین ازدواج رو نگاه بکنید، هر جا نگاه میکنید مردم دارن با این رژیم مخالفت میکنن و نشون میدن که این رو نمیطلبن، نمیخوان. ممکنه اینا انقدر بلاحت داشته باشن که انقدر مقاومت بکنن در برابر صبر مردم که یه دفعه یکی از این کارگرا خودش آتیش میزنه که چندین بار تا به حال اتفاق افتاده، یه چیزی مثل تونس اتفاق میفته. ممکنه یه دفعه این اعتصابات کارگری که هر روز اتفاق میفته تبدیل به اعتصاب سرتاسری بشه و حتما کمر این رژیم اونجا شکسته میشه. ولی در اون شرایط ازش چی در میاد، اونم به نظر من روشن نیست. اگر مثلا اعتصاب سرتاسری بشه، حتما از دلش یه اپوزیسیون معقولی در میاد. ممکنه معقول در بیاد، ممکنم از دلش مثلا سرداری در بیاد فکر کنه که میتونه با کشتن مثلا 2-3 هزار نفر وضع موجود رو ادامه بده. حرف من فقط اینه، حرف من اینه که اون تغییر اجتناب ناپذیره و ما هم هیچ کسی نباید منتظر اون باشه که اون تغییر اتفاق بیفته. اونهایی هم که میگن در خارجی ها حق دخالت ایران ندارن، به گمان من حرف بی ربطی میزنن. 10% ایرانی الان در خارج کشورن. شما به چه حق میتونید بگید ایرانی های خارج کشور حق دخالت در ایران ندارن؟ ایرانیان خارج غربت میدونم خیلی ها در ایران هنوز دارن سعی میکنن از ایران خارج بشن، حقشون هم هست، امیدی نیست، بیکاری هست، فساد هست، ولی غربت یک نوع تنبیهه. هیچ کسی، من کمتر آدمی میشناسم که به میل خودش
آیده دو در این 3-4 دقیقه‌ای که از در پایان وقت مونده، سهم ایرانیای خارج از کشور، یا بهتر لغت دیگه‌ای رو بکاربرم، نقش ایرانیای خارج از کشور، نقش مطلوبشون در این شرایطی که باش مواجه هستیم چیه؟ به نظر من نقش مطلوبشون یک بیش از هر چیز افشای اتشافات و جنایت ها و بیعدالتی ها و بیکفایتی ها این رژیمه. دو، نشون دادن به آمریکایی هاست و اروپایی هاست که یک مجموعه وسیعی در خارج کشور هست که توان کمک به حل مسائل ایران رو داره. ببینید اگه ایران فرو بپاشه، اگه این رژیم فرو بپاشه، ممکنه 2-3 میلیون ایرانی فرار کنن بیان به طرف اروپا. الان همین الان دارن دی میرن دیگه. اروپا نگران این نوع مسائله. ما باید به غربیا نشون بدیم که یک جامعه بسیار قوی خارج کشور هست، در آمریکا هست، که نگران ایرانه، در فکر یافتن راه حل در ایرانه، نمیخواد به خارجی ها اجازه بده که سرنوشت آینده ایران رو تعیین و تحمیل بکنن، و در این حال کفایت حل کمک به حل این قضیه رو داره. خارج کشور بخشی از این طیف به گمان من وسیع اپوزیسیونه. یک تمرکز عجیبی از توان مالی داره در خارج که میتونه به این وضعی که اینها ایجاد کردن، به این ورشکستگی که ایجاد کردن کمک بکنه. ببینید شما الان بخواید مسئله بیکاری در ایران رو حل بکنید، چندین صد میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بکنید تا این جمعیت در حال رشد بیکاریش کمتر از این بیکاری دو رقمی الان بشه. ایرانی ها میتونن کمک بکنن این سرمایه برگرده، ولی در شرایطی که دموکراسی در ایران باشه، در شرایطی باشه که ولایت فقیه جای خودش رو به حکومت حاکمیت مردم داده باشه. ما باید این رو بگیم و این رو به نظر من نشون بدیم. وقت خیلی گروه ها و خیلی جاها هستن که دقیقا دارن این کارو میکنن. هر روزم به گمان من توان خارج کشور در باز ایفای این نقشش بیشتر میشه. پس راه حل در پیوستن به کنفرانس ورشو نیست. راه حل در شناخت بیشتر از نیروهای خودمونه و اینکه همزمان با شرایط روز و اونچه که در ایران میاد به دنبال اون بتونیم حرکت بکنیم. آیا درست میفهمم فرمایش شما رو؟ اگر قرار کنفرانسی باشه، اگر قرار از خارجی ها در اون اولا اگر کنفرانسی باشه، حتما از کسانی که در ایران هم هستن بایستی در اون کنفرانس باشه. اگر کنفرانس مثلا تعیین تکلیف ایران باشه، که به نظر من اصولا که این کنفرانسی محلی از اعراب نداره، تا ایران رو تکلیفش رو باید ایرانی ها تعیین کنن. ولی کاملا به نظر من وظیفه ای که ما داریم الزاماً شرکت در این کنفرانس نیست، به خصوص گروه هایی که نتونستن از این امکان شگفتی که در خارج هست استفاده بکنن. چند نفر از این گروه هایی که الان مدعی رهبری اپوزیسیون هستن تونستن از این خارج ایرانیانی که در خارجن با این توان مالی شگفت‌انگیز، توان مدیریتی شگفت‌انگیز استفاده بکنن و یک نشست درست حسابی بذارن که این افراد درجه یک، نه اینکه به جلسه بذارید کسانی که طرفدارتون هستن بیان براتون دست بزنن، سوالای ساده ازتون بکنن، نه، کسانی رو باید آورد که غربیا بشناسن که اینا کسانی هستن که اکسپدیا رو درست کردن، اون یکی ای فلان رو درست کرده، به پول شما هم احتیاج ندارن، به خود شما هم در انتخابات میتونن کمک بکنن، دلشون برای ایران میسوزه و میتونن کمک بکنن راه حلی برای پیدا کردن و نجات دادن این کشتی به گل شکسته. جناب دکتر، یک بار دیگه من نمیدونم به چه زبانی تشکر کنم، با همه مشغله‌ای که دارید پذیرفتید در خدمتتون باشم و امیدوارم هر چه زودتر پس از پایان و استعفای آقای مایک پامپئو دوباره با هم صحبت. حتما، مطمئن نیستم به این زودی استعفا بده، ولی حتما با کمال میل. خیلی متشکرم. استون بخیر باشه.